سرخط خبرها. اعتراض اتحادیه اروپا به اعدام نوید افکاری، ایران سفیر آلمان را احضار کرد. ادعای تلاش ایران برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی، مقام‌های آمریکایی می‌گویند هدف تلافی کشتن قاسم سلیمانی است. رکورد بی سابقه ابتلا به کرونا در جهان در شبانه روز گذشته 308 هزار مورد جدید ثبت شده. Ladies and gentlemen, the champion of the 2020 US Open, Dominic Thiem. و در غیاب بزرگان دنیای تنیس، دامینیک تیم در نیویورک نخستین گرند اسلم خود را برد. سلام بر شما، عصر بخیر. به این بخش خبری از بی بی سی در لندن خوش آمدید. من علی همدانی هستم. اتحادیه اروپا اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی را محکوم کرده، جوانی که به قتل متهم شده بود اما خودش میگفت بیگناه است. همزمان وزارت خارجه ایران سفیر آلمان در تهران را در پی توییت اعتراضی دیروزش احضار کرده. در این میان واکنش ها میان شخصیت های ایرانی و کاربران شبکه های اجتماعی هم ادامه دارد. سیاوش اردلان به این گزارش. حکومت ایران کوشید ماجرای نوید افکاری را به یک پرونده جنایی تنزل دهد، اما ابعاد سیاسی و بین المللی آن حالا بالا گرفته. میستر افکاری از اتحادیه اروپا که سخنگویش امروز گفت اعدام نوید افکاری را به شدت محکوم می کند، تا این توییت کم سابقه از سفارت آلمان در تهران. عمیقاً از اعدام نوید افکاری متحیر شدیم. پذیرفتنی نیست که برای خاموش کردن صداهای مخالف قوانین اساسی حقوقی نادیده گرفته شود. به غیر از احضار سفیر آلمان و اعتراض به او، قوه قضاییه ایران هم در مقابل موضع‌گیری‌ها ساکت ننشست و اروپایی‌ها را به دروغگویی متهم کرد. از برخی سفارتخانه‌های غربی مقیم تهران که دخالت می‌کنند در امور داخلی ما، ازشون میخوام که اگر از حق و عدل و انصاف بویی نبردید، لااقل ادب دیپلماتیک رو رعایت کنید و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوید. بعضی خبرها حکایت از عقب افتادن سفر وزیر امور خارجه ایران به آلمان میکرد که قرار بود جزی از یک سفر اروپایی باشد. در جواب اعدام نوید، ولی در چند پایتخت اروپایی از جمله اینجا در پاریس، جمعی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی مقابل سفارتخانه های ایران گرد آمدند که از سازمان مجاهدین خلق تا هواداران پادشاهی را در بر می گرفت. تلاش گروه های اپوزیسیون خارجی ایران در فضای واقعی و مجازی برای به دست گرفتن ابتکار عمل در اعتراض به اعدام نوید افکاری. موج همدردی شخصیت‌های ورزشی و هنری ایرانی و غیر ایرانی در داخل و خارج از ایران هم خبرساز شده، از این ورزشکار آمریکایی گرفته تا رخشان بنی اعتماد در داخل ایران و شهره آقداشتو در خارج که پیامی به انگلیسی منتشر کرد. با اینکه در هیئت حاکمه ایران تعدادی از نمایندگان مجلس از اعدام نوید افکاری دفاع و تعدادی از نمایندگان سابق و اصلاح طلب آن را محکوم کردند، شاید هیچ اما هنوز هیچ مقام بلندپایه‌ای در این باره نظر نداده. شاید به این امید که این طوفان خبری بگذرد. ولی تلویزیون ایران در روزهای قبل و پس از اعدام نوید افکاری کوشید او را یک قاتل معرفی کند تا همدلی افکار عمومی را به دست آورد. ولی نه تلویزیون ایران و نه قوه قضاییه به جز اعترافی که نوید افکاری گفت تحت شکنجه گرفته شده، این متهم 46 روز پس از ارتکاب جنایت در شهری ارائه نکرد که روایت قتل این کارمند دولت در شیراز را به دست نوید افکاری ثابت کند. دیگر این پسر را نخواهد. تا به حال هم مصاحبه از طرف منابع مستقل خبری با خانواده مقتول نشده که روشن شود آنها چگونه در مورد قتل فرزندشان به دست نوید افکاری متقاعد شده اند. شتاب زدگی ماموران امنیتی در به هم آوردن سر و ته مراسم تشییع جنازه نوید افکاری حکایت از نگرانی های امنیتی داشت، ولی مانع از انتشار این صحنه های دردناک نشد. نوید افکاری خود گفته که آنها به دنبال یک گردن برای طناب دارشان میگشتند. وکیل نوید افکاری امروز آخرین مکالمه آقای افکاری را با یکی از برادرانش منتشر کرد که درباره ضرب و شتم خود در زندان میگفت. خب عکس گرفتن، نوشتن، هر جایی که آسیب دیده بود نوشتن. ولی تو خبرها گفتن هیچ آسیبی ندیدید.
یه چیزی که من دارم بهت میگم حقیقت، همه جامون حدود 10 الی 15 تا جا نوشتن، کامل نوشتن. اسم کسایی که به اصطلاح کتکتون زدن میدونی؟ خادم الحسین رئیس گارد زندان بود. خودش دیگه؟ والا چند سرباز بود که اسمشون نمیدونم، باید ببینمشون. در انتهای توییت امروز سفارت آلمان در ایران اشاره به دو برادر نوید افکاری هم شده با این عنوان که به همبستگی ما نیاز دارند. تلاشی برای معطوف کردن افکار عمومی به سرنوشت وحید و حبیب که بی بی سی دریافته به رغم دریافت احکام سنگین حبس از بند عمومی زندان عادل‌آباد شیراز به جای دیگر منتقل شدند. سیاوش اردلان، بی بی سی. اجازه بدید که با امیر سلطانزاده صحبت بکنیم، روزنامه‌نگار نشریه ایندیپندنت فارسی که از آخن در غرب آلمان با ما هستن. آقای سلطانزاده وقت شما به خیر. واکنش‌ها در آلمان بسیار گسترده بوده. بله، از روز اول و پس از انتشار اخبار زندانی شدن نوید افکاری و اینکه احتمال اعدام ایشون وجود داشت، افکار عمومی تو آلمان به شدت واکنش نشون دادن. وضعیت فقط اینو باید توی صحنه بزرگتر ببینیم. یکی از دلایل شاید این باشه که نوید افکاری کشتیگیر بوده و به جامعه ورزش تعلق داشته. تو همین در همین راستا توماس باخ رئیس کمیته المپیک نسبت به این موضوع واکنششون داده و چه قبل از اعدام و چه پس از انجام حکم اعدام این موضوع رو بختاور اعلام کرده. برخی از ورزشکاران آلمانی، کشتیگیران آلمانی، مثلا فرانک اشتبلر قهرمان جهان چند روز پیش ابراز امیدواری کرده بود که این حکم اجرا نشه و حالا به جز اون فوتر فوکن زن کشتیگیر آلمانی، ایشون هم فکر نسبت به آزادی نوید افکاری از حکم اعدام ابراز امیدواری کرده بود. این موضوعات باعث شده که خب عکس‌العمل‌ها شدیدتر بشه. سخنگوی سیاست خارجی حزب FDP امروز دیروز صحبتی کرده و گفته که سیاستمداران اروپایی باید نسبت به اینکه تلاش میکنن تا با حکومت جمهوری اسلامی رابطه برقرار کنن احساس شرمساری کنن. این نشون میده که وضعیت مسائل حقوق بشری اساسا توی ایران برای اروپایی ها داره مهمتر میشه. آقای سلطانزاده، درباره لغو سفر محمد جواد ظریف چی میدونیم؟ حالا تقریبا میدونیم که آقای ظریف به این زودی ها سفر نخواهد کرد به آلمان. ببینید، همونطور که عرض کردم، با توجه به اینکه خب فشار افکار عمومی اینجا خیلی زیاده و احتمال این میرفت که خب در صورت حضور آقای ظریف شرایط امنیتی سخت بشه، بخاطر اینکه اکثر گروه های مخالف برنامه‌ریزی کرده بودن برای اینکه تظاهرات داشته باشن و نسبت به حضور ایشون ظریف در آلمان واکنش نشون بدن. یه بخش اونه، یه بخش هم اینه که خب رابطه وزارت خارجه آلمان و جمهوری اسلامی ایران یه مقدار شکراب شده طی سالهای اخیر و این موضوع پس از قبول کردن که آلمان پذیرفت که حزب الله لبنان جزء گروه‌های تروریستی قرار داره، شرایط یه مقدار سخت‌تر شده و طی 3-4 سال اخیر روابط خارجی آلمان که خب از دوستان دیرینه ایران هم حساب میشد از ابتدای انقلاب، چه در زمان جنگ چه حتی در پی اعتراضات سال 88 به سری مخالفان اون حامی حکومت ایران میدونستن، طی چند سال اخیر شرایط تغییر کرده و به نظر میرسه که وضعیت به نفع ایران پیش نمیره. تشکر میکنم امیر سلطانزاده که از آخن در آلمان با ما صحبت میکردید. چند خبر دیگر. وبسایت تانکر ترکرز که ردیابی تانکرهای نفتی در جهان را بر عهده دارد، ویدیویی منتشر کرده و گفته یک نفتکش ایرانی حامل 2 میلیون بشکه میعانات گازی به بندر خوزه در ونزوئلا رسیده. گفته شده این نفتکش احتمالاً با دور زدن آفریقای جنوبی به ونزوئلا رسیده، چون در مسیر حرکت خود سیستم ردیابیش را خاموش کرده بود. تانکر ترکرز همچنین گفته که اسم و شماره دریانوردی بین‌المللی روی این کشتی با رنگ پوشانده شده و اسمش تغییر کرده. ایران و ونزوئلا از طرف آمریکا تحریم شدند. در ادامه افزایش قیمت ارز در ایران، امروز نرخ دلار از 27,000 تومان هم گذشت. این در حالی است که اوایل امسال دلار حدود 16,000 تومان بود. قیمت سکه بهار آزادی هم امروز در تهران به 13 میلیون تومان رسیده.
کریمه حامد فاریابی سرپرست وزارت اقتصاد در افغانستان شد. خانم فاریابی که دانش آموخته رشته پزشکی است، برای اینکه وزیر اقتصاد شود به رأی اعتماد پارلمان نیاز دارد. بیشتر مصطفی مستور از نزدیکان عبدالله وزیر اقتصاد بود. در پی گزارش یک رسانه آمریکایی درباره طرح ایران برای ترور سفیر ایالات متحده آمریکا در آفریقای جنوبی، سازمان امنیت آفریقای جنوبی گفته که از این گزارش مطلع است و میکوشد امنیت همه دیپلمات‌هایی را که میزبانشان است تامین کند. نشریه پولیتیکو گزارش داده که مقامات دولت آمریکا به استناد گزارش‌های اطلاعاتی گفتند جمهوری اسلامی ایران در حال توطئه برای کشتن لانا مارکس، سفیر ایالات متحده در آفریقای جنوبی است. اقدامی که گفته شده هدف از آن تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله هوایی آمریکا بوده. اجازه بدید که به هادی نیلی صحبت بکنیم که از مریلند در آمریکا با ماست. هادی، وقتت بخیر. چه جزئیاتی از طرف دولت آمریکا و دولت آفریقای جنوبی درباره این اتهام که ایران در پی ترور سفیر آمریکا خانم مارکس بوده مطرح شده؟ هنوز مقام های دولت آمریکا به طور رسمی تایید نکردن این گزارش ها رو، ولی اینطور که نشریه پولیتیکو دیشب به وقت واشنگتن این گزارش رو منتشر کرده، در اون گفته که در ارزیابی اطلاعاتی مقام های آمریکایی چنین تهدیدی برای جان سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی مطرح هست. تهدیدی که به گفته این گزارش از بهار امسال مطرح بوده، ولی در هفته‌های اخیر شدیدتر شده، وخیم‌تر شده احتمال چنین تهدیدی. در این حال که مقامات آمریکایی هنوز در تماس با رسانه‌ها پاسخ روشنی در مورد این گزارش ندادند، ولی از آفریقای جنوبی، دولت آفریقای جنوبی بیانیه‌ای داده و گفته که از گزارش مطلع و با توجه به ماهیت این اتهام‌ها، ادعاها و تهدید ذکر شده در این گزارش نمیتونه الان در مورد تحقیقاتی که در جریان هست جزئیات بیشتری بده. برخی روزنامه‌نگاران تعبیر کردن که یعنی دولت آفریقای جنوبی داره به نوعی تایید میکنه که اساساً چنین ارزیابی‌هایی وجود داشته. این خبر در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی آمریکا منتشر شده. در همین حال جو بایدن، نامزد حزب دموکرات برای انتخابات پیش رو، یادداشتی درباره سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران نوشته. سیاست پیشنهادی او چه تفاوتی با سیاست کنونی آقای ترامپ داره؟ جو بایدن، معاون باراک اوباما در دوره ریاست جمهوریش و الان نامزد حزب دموکرات برای انتخابات، در یادداشتش گفته که دو راه برای مواجهه با ایران وجود داره برای دولت آمریکا. یک راه هوشمندانه و یک راه راهی که دونالد ترامپ الان داره دنبال میکنه. ولی در نهایت وقتی که جو بایدن جزئیات این راه حل شده مطرح میکنه، همون چیزی هست که قبلا در وعده‌های انتخاباتی حزب دموکرات که در مجمع سرتاسری این حزب مطرح شد گفته شده بود و خود جو بایدن و مشاورانش هم گفته بودند. اول اینکه اگر ایران برگرده به اجرای کامل تعهدات هسته‌ای، اگر جو بایدن رئیس جمهور بشه، آمریکا هم برمیگرده به اجرای برجام، و اونطور که او وعده داده در آغاز ریاست جمهوریش اگر به کاخ سفید برسه، هم برمان منع ورود ایرانی‌ها و چند کشور دیگر رو منع می‌کنه و هم محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که به گفته جو بایدن الان مانع در واقع کمک به ایران در مبارزه با کرونا شده، اونها رو لغو می‌کنه. در این حال گفته که تلاش می‌کنه در همراهی با همپیمانان اروپایی که بعضی محدودیت‌های برجام رو تمدید بکنه و همینطور فعالیت‌های ایران در منطقه و برنامه موشکیش رو برای اونها هم محدودیت‌های وضع بکنه. هادی، نمیشه تا واشنگتن بیاریم در مورد نظرسنجی ها درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نپرسیم. ازت 50 روز حدوداً تا این انتخابات باقی مونده. بله، 50 روز تا پایان این ماراتون باقی مونده. همین الان خیلی ها دارن ثبت نام میکنن که به طور پستی رای بدن. به این ترتیب خیلی ها تا قبل از روز نهایی انتخابات که 3 نوامبر هست رأیشون رو دادند. ولی الان نظرسنجی ها، اگر به نظرسنجی ها بتونیم اتکا بکنیم، حاکی از این هست که جو بایدن با اختلاف حدود 7% از دونالد ترامپ در نظرسنجی ها پیشتازه. حدود 7% هم میگن که هنوز تصمیمی نگرفتن. از این بابت جالب توجه هست که 4 پیش همین روزها وقتی هیلاری کلینتون با دونالد ترامپ در واقع رقابت داشت، این فاصله خیلی کمتر بود، در حدود 2% بود. ولی به نظر میرسه الان جو بایدن حداقل در نظرسنجی ها وضع بهتری داره. اینکه در نهایت در صندوق رأی چقدر این آمار نظرسنجی ها تایید بشه موضوعی است که در 50 روز آینده در واقع در تعلیق ما خواهیم بود. سپاسگزارم هادی نیلی، خبرنگار ما در
آمریکا از مریلند با ما صحبت می‌کرد. امروز در دوحه پایتخت قطر اعضای گروه‌های تماس دولت افغانستان و طالبان برای دومین بار با هم دیدار می‌کنند. هدف از دیدارهای دیروز و امروز توافق بر سر سازوکار مذاکرات صلح عنوان شده و همچنین توافق بر سر اینکه چه موضوعاتی در این مذاکرات مطرح شود. جزئیات بیشتر از همکارم ضیا شهریار که برای پوشش این مذاکرات به دوحه در قطر رفته. در سیومین روز مذاکرات بین الافغانی میان هیات‌های طالبان و دولت افغانستان در دوحه قطر، بحث همچنان روی ازی ادامه داره که آجندای این مذاکرات چی باشه. گروه‌های تماس یا گروه تماس دو طرف امروز بار دیگر در آخر امروز نشست مشترک برگزار خواهد کردند و به گفته نادر نادری سخنگوی هیئت دولت افغانستان تلاش خواهند کرد که موضوعات و آجندای مذاکرات صلح را نهایی بکنند تا اینکه احتمالاً در روزهای پیشرو هیئت‌های دو طرف به صورت مستقیم بشینند و روی از این آجنداها بحث آغاز شود. می‌دانیم که سه روز پیش مذاکرات بین افغانی در همین هتل که هستیم، هتل شراتون در دوحه آغاز شد و گروه تماس ایجاد شد. اولین نشست بین دو طرف برگزار شد و یک گروه تماس ایجاد شد. حالا توجه‌ها و نگاه‌ها به این گروه تماس دوخته شده که به زودی بتانند زمینی نشست دو طرف را به صورت رسمی فراهم بکنند. موضوعات مورد بحث از طرف دولت افغانستان همچنان تاکید روی آتش بس دائمی است و ای که این آتش بس اگر برقرار نشه ممکن است که خشونت ها در یک مرحله موجب اخلال و برهم خوردن مذاکرات شود. طرف طالبان که ما همیشه در سه روز گذشته تلاش داشتیم که پیدا بکنیم که دقیقاً اونا آجندایی را که مطرح میکنن چی هست و تاکیدشان بر پایان جنگ بوده، همچنان تاکید میکنن که خب یک نظام اسلامی که زمینه زندگی صلح‌آمیز و امن را بر تمام مردم افغانستان فراهم کنه. اما امروز یک منبع طالبان که نمیخوای نامش گرفته شوه گفت که ممکن هست، چون ما تاکید کردیم خب نظام اسلامی معنایش چیست، گفت که ممکن هست که یک راه وسط میان دو طرف جستجو شود که نه جمهوری اسلامی نه امارت اسلامی بلکه اصطلاح دولت اسلامی را استفاده کرد یا حکومت اسلامی را که در حقیقت زمینی به گفته از او عملی کردن نظام شریعت اسلامی و نظام اسلامی را فراهم بکنه. او تاکید کرد که همچنان طالبان به نام نظام تاکید ندارن، برشان مهم است که این نظام چگونه عمل میکنه. در روزهای پیشرو مذاکرات همچنان جریان خواهد داشت و جزئیات بیشتر ارائه خواهد شد. به نیمه راه رسیدیم، نگاهی دوباره به سرخط خبرها از بی بی سی در لندن. همزمان با اعتراض اتحادیه اروپا به اعدام نوید افکاری، ایجان سفیر آلمان را احضار کرده. نشریه پولیتیکو از ادعای مقام‌های آمریکایی درباره تلاش ایران برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی به تلافی کشتن قاسم سلیمانی خبر داده. در ادامه برنامه. Ladies and gentlemen, the champion of the 2020 US Open, Dominic Thiem. اولین برد گراند اسلم برای دامینیک تیم در غیاب بزرگان دنیای تنیس. از امروز در بریتانیا محدودیت‌های تازه برای مقابله با شیوع کرونا اجرا می‌شود. تجمع بیش از 6 نفر در فضاهای بسته و باز ممنوع شده. همزمان سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که بالاترین آمار روزانه ابتلا به کرونا در جهان طی شبانه روز گذشته ثبت شده، حدود 308 هزار مورد. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. انگلستان از امروز قرار است تا اطلاع ثانوی شاهد چنین تجمع‌هایی نباشیم. خبر محدودیت‌های تازه را نخست وزیر بریتانیا هفته پیش داد. You must not meet socially in groups
اجتماع بیش از 6 نفر چه در فضای بسته و چه باز ممنوع است. پلیس این اختیار را دارد که متخلفان را متفرق، جریمه و حتی بازداشت کند. البته بعضی استثناء هم وجود دارد، مثل جایی که در مقابل شیوع کرونا ایمن سازی شدند، از جمله مکان‌های عبادت، باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، مدارس، ادارات. علت محدودیت‌های تازه نگرانی از موج دوم شیوع کرونا است. نگرانی هایی که خودش را در اعداد و ارقام بهتر نشان می دهد. داده های وزارت بهداشت بریتانیا نشان می دهد که موارد ثبت شده ابتلا به کرونا در هفته های اخیر سیر صعودی داشته. همین داده ها نشان می دهد که در هفته گذشته هر روز به طور میانگین 3500 مورد ابتلا ثبت شده. همچنین هر روز 11 نفر بر اثر کووید 19 جان باخته اند. انگلستان در نگرانی از شیوع کرونا در جهان تنها نیست. اینجا اسرائیل است. اولین کشوری در جهان که قرار است قرنطینه سراسری را از چند روز دیگر برگرداند. در جلسه دولت به این نتیجه رسیدیم که محدودیت‌ها برای 3 هفته برقرار شه و در صورت نیاز تمدید شه. فعلا قوانین تازه تا پایان جشن سایبان‌ها ادامه خواهد داشت. قرار است خیابان‌ها از این به بعد این شکلی شوند. سوت و کور و خالی از جمعیت. کسی اجازه ندارد 500 متر از خانه اش دور شود. تجمع بیش از 20 نفر در فضاهای باز و 10 نفر در فضاهای بسته ممنوع می شود. موارد رسمی ابتلا در اسرائیل که کلاً 9 میلیون نفر جمعیت دارد به روزانه حدود 4000 نفر رسیده. تجمع هزاران اسرائیلی. آنها معتقدند که بنیامین نتانیاهو شیوع کرونا را درست مدیریت نکرده. اما دردسرهای کرونا برای سیاستمداران منحصر به نخست وزیر اسرائیل نیست. این تجمع چند هزار نفری کارکنان درمان در بروکسل، بلژیک. آنها از مسئولان می‌خواهند بودجه بخش بهداشت را افزایش دهند. می‌خوایم که حقوقمون رو افزایش بدن تا بتونیم بهتر به درمان مردم برسیم. ما هم کمبود تجهیزات پزشکی داریم، هم کمبود نیرو. فعلاً با وجود همه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، چشم‌انداز آینده همچنان تیره و تار است. به گفته سازمان بهداشت جهانی، در 24 ساعت گذشته بالاترین رقم روزانه ابتلا به کرونا ثبت شده. حدود 308 هزار نفر. به گفته این سازمان بیشترین موارد ابتلا در آمریکا، هند و برزیل ثبت شده. کشورها برای مقابله با ویروس کرونا کارهای مختلفی کرده اند. اما شاید پایان شیوع کرونا وقتی باشد که به گفته سازمان بهداشت جهانی یاد بگیریم چطور با ویروس زندگی کنیم. فیروزه یکبریان، بی بی سی. چند خبر دیگر. در ایران وزارت بهداشت اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 156 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. همچنین گفته شده که بیش از 2600 بیمار جدید هم شناسایی شدند. 13 استان در ایران در وضعیت قرمز قرار دارد. وزارت صحت افغانستان میگوید مرگ 5 نفر بر اثر کرونا در شبانه روز گذشته ثبت شده و 56 مورد جدید ابتلا هم شناسایی شده. آمار رسمی مبتلایان به بیش از 38 هزار نفر رسیده. حزب حاکم ژاپن جانشین شینزو آبه نخست وزیر مستعفی این کشور را انتخاب کرده. سوگا یوشیهیده پیشتر دبیر اول کابینه ژاپن بوده. شینزو آبه چندی پیش به علت بیماری بعد از 8 سال از مقام نخست وزیری استعفا کرده. راهپیمایی اعتراضی در بلاروس ادامه دارد. امروز 400 نفر دیگر دستگیر شدند. از زمان اعلام نتایج بحث‌انگیز انتخابات ریاست جمهوری در ماه گذشته بارها تظاهرات اعتراضی برگزار شده. منتقدان به انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو اعتراض دارند و خواهان استعفای او هستند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید باید اتهام شکنجه و خشونت جنسی علیه معترضان بررسی شود. از امروز مسابقه های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در منطقه غرب قاره به صورت متمرکز در قطر از سر گرفته می شود. 4 تیم ایرانی در 4 گروه مسابقه خواهند داد. پرسپولیس و سپاهان اصفهان فردا به زمین خواهند رفت. قرار بوده که امروز شهر خودروی مشهد با الاهلی عربستان بازی کند و استقلال تهران با الوحده امارات. هرچند تیم اماراتی قبلا اعلام کرده که به دلیل ابتلای عده زیادی از بازیکنانش به کرونا از این بازی ها کنار کشته. حرف های کاپیتان و مربی استقلال را بشنوید. تکلیفمون رو نمیدونیم که آیا بازی هست یا نه. خیلی حواشی شنیدیم که
این بازی برگزار میشه، تیم وحده میاد یا نمیاد، که به نظرم باید خیلی شفافتر اشاره میشه که این تیم یا شرکت میکنه تو بازی یا نه. تکلیف ما رو AFC باید هر چه زودتر مشخص کنه. ما بر اساس شرایط بازی تمریناتمون رو باید برگزار کنیم و اگر خب قرار باشه که بازی نکنیم، باید با یه سبک دیگه ای تمرین کنیم و متاسفانه تا هنوز جواب قطعی به ما ندادن. من فکر میکنم این مسئله بسیار مهمی هستش که ما باید هر چه زودتر ازش اطلاع داشته باشیم، ولی قطعا تیم ما با تمام توانش توی این مسابقات شرکت میکنه و قطعا هدف ما در مرحله اول صعود از این گروه و بعد بازی‌های حذفی بتونیم شرایط بهتری رو رقم بزنیم. مجید نامجوی مطلق بود. اما اجازه بدید بریم سراغ خبر بعدی. در غیاب مدعیان اصلی و همیشگی، فرصت استثنایی برای دو تنیسباز ماهر فراهم شده تا سرانجام یک تورنمنت اصلی رو ببرند. دامینیک تیم از اتریش و الکساندر زوروف از آلمان می‌خواستند با قهرمانی در تنیس اوپن آمریکا خود را از زیر سایه اسطوره‌های معاصر بیرون بیاورند. پوریا ژافره و این گزارش. ویروس کرونا، استادیوم‌های خالی، غیبت اسطوره‌های معاصر تنیس، اخراج اعجاب‌انگیز شماره یک جهان، همه و همه دست به دست هم دادن تا فرصت افتخار برای این دو نفر در فینال انفرادی مردان اوپن آمریکا به وجود بیاد. بزرگترین استادیوم تنیس جهان در نیویورک تقریبا خالی بود، ولی دومینیک تیم اتریشی و الکس زوروف آلمانی سنگ تموم گذاشتن تا این مسابقه به یکی از بازی‌های کلاسیک تاریخ تنیس تبدیل بشه. زوروف که 4 سال از تیم جوان‌تره عالی شروع کرد، مثل برق ست اول رو 6-2 برد و بعد ست دوم رو 6-4. میگویند سخت‌ترین قدم‌ها در راهی اکثر مواقع اولی هستند و آخری، و برای زوروف انگار این مسابقه مصداق قسمت دوم این ضرب المثل بود. دومینیک تیم هر جوری که بود اجازه نداد دوست آلمانیش ست سوم رو ببره و با کم کردن اختلاف موفق شد ترس رو به اردوی رقیب بفرسته. ست چهارم رو هم دومینیک تیم برد با نتیجه 6-3 و به این ترتیب کار به ست پنجم کشید. ست پنجم آزمون تسلط بر اعصاب در عین خستگی شدید بدن بود. ستی که به جای باریک کشیده شد به تای بریک و در نهایت با کمترین اختلاف یعنی 8-6 دومینیک تیم در اون برنده شد. اولین قهرمانی برای تنیسباز 27 ساله اتریشی بعد از اینکه 3 بار قبلی رو در فینال بازنده شده بود. چیزی که به گفته خودش تمام زندگیش رو برای اون گذاشته. در مراسم اهدای جوایز بازنده جوان هم نتونست جلوی احساساتش رو بگیره. افتخار شیرین در سال 2020 برای بازیکنی که امیدواره این فقط اول راه باشه. پوریا ژافره، BBC. سپاسگزارم از همراهی شما.